اینجا چی کار میکنی؟ واقعا خودتی؟ خواب نمیبینم. تو اینجا مگه میشه؟ تو خونه غیر از تو کسی دیگه ایم هست؟ مراد هست اما خوابیده. ساکت باش، به هیچ وجه بیدارش نکن. صبح با هم بازی میکنین. ساندویچ؟ خیلی به موقع بود. خیلی خوشمزه است. داخل چی هست؟ پنیر سفید. تو این از کجا پیداش کردی ها؟ از فروشگاه یونانی تو خیابون 14 هم خریدم، پنیر فتاه. خیلی دلم تنگ شده بود. تو هم میخوری؟ صبح بخیر. صبح بخیر. داری میری؟ باید برم سر کلاس، برای همین حتما باید الان برم. با تماس میگیرم. همیشه از تو واسش تعریف میکردم، دیگه تو رو میشناسه، به عکسات لبخند میزنه. مواظب باش بیدارش نکنی.
باشه باشه، برید دعا کنید، برید صدقه بدید که شما رو نابود نکردم. اون مردی که با پای خودش پیشواز عجلش اومد، حالا این کارو میکنیم. آبجی اگه بد فکر کنی بد میشه، گریه نکن دیگه، ولم کن. خودم رو جلوی همه نگه داشتم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه فکر خوب یا بد بکنم دیگه چیزی درست نمیشه. نمیدونم قرار اونو تو چه وضعی پیدا کنم. نیل، میخوای تعریف کنی چه اتفاقی افتاده؟ نمیخوام حرف بزنم، تنهایی خیلی حوصله‌ام سر رفته، چیزی واسه تعریف ندارم. دیگه منو ول نکن. خوبه که اینجایی، حالا میتونم راحت بخوابم. خیلی خستم. اون موقع ها یه جوون ناشی بودم، رفتم بهش گفتم بیا اینجا، گفتم بیا ببینم. بعدش یه دونه من میخورد، یه دونه دیوار. بعد اون موقع ها منو میدیدی، خیلی خوب بودم. رفعت، مردی که تو اینجا چه غلطی میکنی؟ وای داداش علی، خوش اومدی. چطوری پسر؟ خوبم. دختر زیبای 2012 رو استخدام کردید، ولی داش رفعت از این موضوع خبر نداره. لست نشه مردی که بی نمک. چشتا درویش کن. بله آقا سرمید. یه خبر دارم، موبایل فیراتو کنار جاده پیدا کردن. پس فیرات چی؟ از فیرات خبری نیست؟ بریم بیمارستانه رو کنترل کنیم، حتما تصادف کرده. اگه چیزی بود خبر میدم. خدافظ. باشه، خدافظ. چرا این ماک نه؟ چرا نارین نه؟ چرا عاطف نه؟ چرا با من تماس گرفتید؟ شمارم تو شرایط سختی قرار دادم. تو شرایط سخت قرار نگرفتم. این تویی که تو شرایط سختی، حتی نمیتونی سرتو بلند کنی. این منو بیشتر اذیت میکنه. میخوام برم ولی نمیتونم جون بخورم. نارو، نارو،
اگه باد شروع به وزیدن کنه اسم تو رو تو گوشم زمزمه میکنه. وقتی تو نیستی نفسی که میکشم هدر میره. هر وقت تو فکرم میای نفسم بم میاد، اصلا از ذهنم بیرون نمیری. دوست داشتم احساس واقعی تو رو بدونم. کاش درد اینو نداشتیم که کی چی فکر میکنه، کی چی میخواد بگه. دوست داشتم اینجا بمونم. دنیز تو آب بخور، دکتر گفت باید خیلی آب بخوری. بخور دیگه، از صبح تا حالا دارم آب میخورم، بس دیگه معدم باد کرده. تعریف کن دیگه. تعریف چی شده؟ تو اینو بخور. آقا سرمه تماس گرفت. چی شده؟ خبری شده؟ موبایلشو پیدا کردن، اما حتما این دفعه کشتنش. قهر بهش حمله کردن، موبایلش هم انداختن یه گوشه. کافیه دیگه، همش میگه مرده بسه. اول مصدومش کردن، بعدم تو ماشینش بمب گذاشتن. ماشینش؟ چه ماشینی؟ به سینانم دسترسی نداره. خدایا چی کار؟ دختر گریه نکن، تعریف کن ببینیم چیه. تو ماشینش بمب گذاشتن. ملک و یادت میاد، مدیر هتل؟ مزخرف نگو، آخه داداشم با تو چی کار میتونه داشته باشه؟ من کارخونه کلن تعطیل شد. بعد داشت سرمهد با من تماس گرفت، گفت رفت بیا من اینجا یه کاری واسات ردیف میکنم، ایشالله که ردیف کنه. برای مهندس کار زیاده، اونو به یه کارخونه دیگه میفرسته. مگه چیه؟ مهندس؟ اینجوری بهت گفته؟ بابا این یارو تو کارخونه ما نگهبان بوده. نگهبان بودم، ولی بپر چه جور نگهبانی؟ اونجا همه کارا تحت نظارت داشت رفت بود. مهندس‌ها پیش من می اومدن، از من میپرسیدن که آقا رفعت اینا چطور باید انجام بدیم؟ همینم کارخونه ورشکسته شده داره. اگه کوف کردن تموم شد گمشه برو بیرون تو سالن، داداش منتظرته. میبینم. دیگه‌م نبینم خودتو واسه خانم لوس کنی. حالا من میدونم تو آنجنگ. سینان چی؟ از موبایل اونم سیگنال دریافت نمی‌کنن؟ بابا اینا بخار که نشدن. خرخ باش منتظر خبر هستم. باشه. فکرم پیش توه، اتفاقی برای فیراس نمیفته، خودتو ناراحت نکن. داداش خوش اومدی رفعت. میبخشی اوضاعی کم به هم ریخته است. علی اتاقتو نشون میده، بعدم با هم حرف میزنی. باشه داداش، عجله نیست. برو. نمیری مگه؟ نه نیل، من هیچ جا نمیرم، اینجا باشه. فیرات خوش اومدی. تو هنوز نرفتی؟ فیرات میشه حرف بزنیم؟ نه عزیزم، چیزی برای حرف زدن وجود نداره. فیرات مهمه. مگه قرار نبود امروز وسایلاتو جمع کنی یا بری خوابگاه؟ حالا این
کارات یعنی چی؟ نرفتم، یعنی نتونستم برگردم، چون که چیزه. لطفاً هیچ چیزی نشه. چند بار باید با هم حرف بزنیم؟ نمیشه، نمیشه. حالا هم برو، خواهش میکنم. اگه بشناسیش تو هم خیلی از فیراد خوشت میاد، دقیقا مثل خودته، اونم خیلی با فکر و دوست داشتنیه. اگه ببینی با من مثل پرنسسا رفتار میکنه، برای اینکه قرار بچه دار بشیم، اونم خیلی خوشحاله. الان باید قطع کنم، دیگه فیراد داره میاد، میخوام برم براش غذا درست کنم. دوباره باهات تماس میگیرم، باشه؟ خداحافظ. کوچولوی من، عزیزم، مامان جونم، بابا دیگه الان میاد خونه. عزیزم ببین، غذا رو فراموش کردم، جونم گرم شد به حرف زدن، یادم رفت غذا درست کنم. این دختر بیماری روانی داره. اینا دیگه چیان؟ این خریدار کی براش انجام میده؟ یعنی کسو کاری نداره؟ نگران نباش، تاوان همه کارو یکی کرده باید پس بده. خدایا لطفاً حالش خوب باشه. اگه فیراد چیزیش بشه، من نمیتونم زندگی کنم. میدونی از این که منو نبخشی خیلی ترسیدم. اون همه سال درون من نفوذ کردی، درون قلبم. منم از خودم تعجب میکنم، چطور شد که اون همه سال توی چشمات نگاه نکردم و بازم فراموشت نکردم. حالا اینجوری روبروی من نشستی، با عشق داری منو نگاه میکنی، چطوری میتونم ازت فاصله بگیرم؟ زیباترین بخش زندگی من با تو گذشت. همه چیزایی که سالها پیش تجربه کردیم هنوز برای من زنده است، ولی الان متفاوته. با زیبایی داری منو جادو میکنی نارین. نارین، تو واقعا زیبایی. فکرم پیش توه، اتفاقی برای فیراد نمیفته، خودتو ناراحت نکن.
فکرت پیش منه، ولی خودت کجایی؟ خونه سوت و کوره. واقعا این چیزا رو داری خودت می‌نویسی؟ نکنه بازم علی نوشته؟ نه، اینا رو خودم شخصا نوشتم. کلی تمرین کردم تا اس ام اس نوشتن رو یاد بگیرم. میدونی چرا کنارت نیستم سرمت؟ نمیتونم جانو تو این وضع رها کنم. میدونم، صاحب اون مرتی که میره خونه اش. از دکتر پرسیدم، هیچ مشکلی نداره. علکی خودش رو لوس کرده که توجه جلب کنه. دو تا قرص خورده، دو تا قرص ناقابل. چیزیش نیست که. سرمت، تو داری به مردی حسودی میکنی که تو مراسم عقد رهاش کردم. به چه مناسبتی ها؟ منو حسودی؟ من اصلا حسودی نمیکنم. من تو حسودی کردن صفرم، صفر صفر. مشکل من در مورد حقوق انسانیه. درست میشه، همه چی درست میشه. نمیدونم چطور امکان داره، ولی میدونم که درست میشه. تو هم دیگه برو بخواب. باشه، در مورد داداشم منتظر خبرم. خواب بر من حرومه. دنیز، یکم با هم حرف بزن. باشه، تا خود صبح باهات حرف میزنم. دیدی بقیه چه شوک شده بودن؟ این که تو از کجا میدونی و از کجا شنیدی و چطور شده؟ از همه بیشتر دوست دارم رو دریا سفر کنم. اینجوری آدم پنج برابر بیشتر استراحت میکنه. یعنی رو دریا یه روز مثل پنج روز میگذره. اینجور که معلومه من باید قایق بخرم دنیز خانم. دنیز عزیزم، دنیز، 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 دنیز. آبجی جون، جرأت ندارم اینا رو تو صورتت بگم. من میرم پیش ظفر. امروز قراره درخواست ازدواج بهم بده. میدونم بهش اعتماد نداری، از دستم خیلی عصبانی میشی، ولی سعی کن منم درک کنی خواهر جون. منم میخوام شانس خوشبخت شدن رو داشته باشم. یه خونه، یه زندگی خوب داشته باشم. میخوام خونواده داشته باشم. کی میدونه؟ شاید من و ظفر خوشبخت‌ترین خونواده دنیا شیم. شاید ظفر کاری کنه که گذشتم و فراموش کنم. برامون دعا کن آبجی جون. ببخشید بیدارت کردم. نه بابا، تازه نزدیک صبح خوابم برد. بیا تو، من میرم لباسمو عوض کنم. سرمت، سلام، خبری از فیرات هست؟ چطوری جان، خوب خوابیدی؟ از فیرات خبری شد یا نه؟ خبری نیست، حتما خبر بعد به زودی میرسه. تو همچین موقعی نمیشه تو بیمارستان موند. بریم خونمون، فکرامونو جمع و جور کنیم، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خوبه، ولی عقل و فکری برامون نمونده.
جدی میگی؟ ما تو رو میرسونیم خونه جان، با این همه استرس تو دیگه نگران نباش. من و ایرما یه فکری به حال خودمون میکنیم، مگه نه؟ نه، بیاد که بالای سرمون باشه. الان ما نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. من شما رو تو این وضع تنها نمیذارم، حال من خوبه. میرم با دکتر حرف بزنم، کارهای ترخیص رو انجام بدم. خیلی خوب باشه، پس من پایین منتظرتونم. دنیز، نمیخوام تو رو تحت فشار بذارم، ولی کجا بودی؟ یعنی بعد از اینکه گذاشتی رفتی، کجا رفتی؟ من به یه هتل رفتم، عصر نشسته بودم که یه پیام از طرف تو اومد. منم ترسیدم و به بقیه گفتم. جان، خیلی معذرت میخوام، من واقعا نمیخواستم تو رو اونجوری بذارم و برم، ولی اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم. واقعا معذرت میخوام. دنیز، من وقتی اون پیامو برات میفرستادم واقعا صادق بودم. ببین، من تو رو انقدر دوست دارم که نمیتونم ازت منصرف بشم. نمیخوام بدبخت بشی. اگه نمیخوای ازدواج کنی، شاید بهترین کارو کردی که فرار کردی. وقتی اینجوری حرف میزنی از خودم متنفر میشم. اینجوری حرف نزنه، همه چی سخت‌تر میشه. با سرمت حرف زدم، میگه خبر تازه‌ای نیست. نمیدونم پیدا کردن موبایلش خبر خوبیه یا بد. نارین، یه چیزی هست که باید بدونی. سینان یه خواهر داره. تو دانشگاه آمریکا درس خونده. حدس بزن کدوم دانشگاه؟ کدوم دانشگاه؟ دانشگاهی که فیراتم میرفته، تو همون دوره. فقط دختر سال دوم دانشگاهو ترک کرده. من فکر میکنم از این ماجرا باید یه چیزی در بیاد. آدم رو الان برای تحقیق فرستادم. این همه اتفاق نمیشه بی خودی. آره، واقعا امکان داره. شاید فیرات و سینان از اون موقع هم دیگر رو میشناسن به وسیله خواهرش. نمیدونم عاطف، دیگه از فکر کردن زیاد مغزم داره میترکه. چی کار کنیم؟ چطوری پیداش؟ با وحشت کردن به جایی نمیرسیم. به نظر من بریم کلانتری، شاید از اونجا اتفاقات گرفتیم. اول میخوام تکلیف این موضوع بمبگذاری رو روشن کنم. باشه، میرم یه سر به شادیه بزنم، هنوز بیدار نشده. چی شده؟ نارین، شاید حق با این دختره. فکر میکنه اینجوری میتونه خوشبخت بشه. ولش کن، هر کاری میخواد بکنه. نه خیر، حق با اونی ساتف. اون پسر یه مشکلی داره، اینو حس میکنم. خوب نیست، با خواهرم بد رفتاری میکنه. حس میکنم اتفاق بدی واسه شادیه میفته. ببین، تصمیم خودشو گرفته، نمیتونی برگردونی. چیزی نمیشه، میریم یه خودی نشون میدیم. وقتی ببینه بی صاحب نیست، نمیتونه بد رفتاری آره، کنه. آره، در نهایت اون یه زن بالغه، کاری نمیشه کرد. انتخاب خودشو تجربه میکنه، کاری نمیتونم بکنم. برم لباس بپوشم. خیلی خوب. تونستی استراحت کنی؟ آره، خیلی با آرامش خوابیدم، برای اولین بار. تو چرا تو این جای سوت و کور تنهایی زندگی میکنی؟ من مریضم، خیلی نمیتونم تو مردم زندگی کنم، از شلوغی میترسم. اینجا خوبم، تو آرامشم. بگیر. تو داشتی خوب آموزش میدیدی، ولی دانشگاه رو ترک کردی. چرا تمومش نکردی؟ من مریضم،
اینجوری بهتره، روز به روزم دارم بهتر میشم. الان که تو هم اومدی خوب میشم. اینجا کسی به کارات میرسه؟ من نمیتونم از در خونه برم بیرون. وقتی کسی رو نمیبینم بهتر میشم. اینجا با هم بمونیم زندگی کنیم؟ اینجا خوبه. ببین نیل، من اتفاقی اومدم اینجا، نمیتونم اینجا بمونم. خطر خیلی بزرگی منو تهدید میکنه، ولی اگه بخوای میتونم برات کمک بیارم، میتونم برات دکتر خبر بکنم. میتونم با خانواده تماس بگیرم، میتونی درمان بشی. تو مجبور نیستی اینجا بمونی، مجبور نیستی اینجوری زندگی بکنی. بازم میخوای ما رو ول کنی و بری؟ فکر میکنی من راحتم؟ همش تقصیر توئه. نمیتونی بری، نمیتونی بری. نمیذارم بری. نمیشه. ولم کن. نه. آروم باش. ولم کن. آروم باش. ولم کن. نیل آروم باش. آروم باش. ولم کن. باشه. باشه باشه باشه. تموم شد. هول میدم. هیچ جا نمیرم. همینجا میمونم. تو فقط آروم باش. باشه؟ من اینجام. اینجام. کنارتم. باشه؟ آروم باش. هیچ کدومتونو ول نمیکنم برم. تنهات نمیذارم. تنهات نمیذارم. تنهات نمیذارم. بیا. بیا اینجا بشین. تنها نمیذارم. باشه. باشه؟ بشین. تو ازدواج کردی با نارین؟ گفته بودی عاشقشی، منو به خاطر اون ترک کردی. ازدواج کردی؟ نیل خواهش میکنم اون روزا رو فراموش کن. ازدواج کردی؟ خیلی جوان بودیم، همه چیز تو گذشته بود. ازدواج کردی؟ نه نه. من بچه‌مونو بی خودی بتونه تو بزرگ کردم. نیل بچه‌مون کجاست؟ خوابیده. اینجا کسی نیست، کسی نخوابیده. خوابیده. ساکت باش، ساکت باش. باشه باشه عزیزم. خوابیده. بچه که خیلی شیرینیه، میدونی اصلا گریه نمی کنه، اصلا همش میخنده، با خودش بازی میکنه، اصلا گریه نمی کنه. باشه بیدارش نمی کنه. تو هم چشاتو ببند. باشه. این بمب از یه جایی سرچشمه گرفته. کار کیه؟ چرا باید این کارو بکنن؟ چرا تو ماشین فیرات بمب گذاشتن؟ این چه وضعشه؟ تاوانه چیه؟ اینطوری یا اونطوری معلومه دل بعضیا رو بد جوری سوزونده. اینطور که معلومه آدم‌ها تا وقتی که چیزی رو که میخوان نگیرن دست از سر فیرات بر نمی‌دارن. الو بگو. گوش میدم. ایوالا. ایوالا. خیلی خوب باشه، به من اسمس بده، از اینترنت محلش رو پیدا میکنم. خیلی خوب، خیلی ممنون، خداحافظ. یه خبر بزرگ. چی شده؟ کی بود تماس گرفت؟ یکی از گاردای محافظت دارن با این کار سر و کله میزنن. خانواده سینان نزدیک محلی که فیراد دزدیده شده یه خونه دارن، اونجا پیداش کردن. باورم نمیشه. سریع بریم.
نمیشه، یعنی با تو نمیشه، من تنهایی میرم، تو رو میبرم پیش دنیز، از اونجا هم من خودم میرم. نه من اجازه نمیدم تنها بری، نمیخوام این کارو کنی. چیزی نمیشه، به پلیس خبر میدم، از بچهای امنیتم همراه خودم میبرم، نگران نباش چیزی نمیشه. عاطف تو چه جور آدمی هستی؟ تو دو روز پیش برای نابود کردن فیرات هر کاری از دستت برمیومد انجام دادی، حالا واسه اینکه اونو نجات بدی داری زندگی تو خطر میندازی. چون طاقت ناراحتی تو رو ندارم نارین خانم. وقتی هم فیرات نیست چه معنی داره بخوام با فیرات سر و کله بزنم؟ آقا رو اومدید؟ سینان کجاست؟ حالا نمیدونیم داداش. سینان کجاست؟ قسم میخورم که نمیدونیم داداش. باشه داداش، داداش صبر کن. اینم صبر. اینا از صبح تا حالا کجا رفتن؟ اون برادر آقا سرمت گم شده، فکر کنم تو دردسر افتادن، حتما یه خبری شده. پرتقال داری؟ هست، میخوای؟ 4-5 تا بده. باشه بگیر. یکی دیگه خوبه، حالا یه چاقو بده، یه دونم تخته واسه برشش. باشه بفرمایید. دیگه چی میخوای؟ یه موزیکم بذار. باشه، بدون موزیک تمام مزه‌ای نداره. حالا ببین. ای بابا نشد. حالا بیا از این طرف. حالا بیا. میخوام این کوکتل رو مخصوص خودت حاضر کنم، برای کسی دیگه حاضر نمی کنم. اوضاع از این قراره، منتظر خبر باشین، نارینم نذارین جایی بره. من نمیفهمم سینان با فیرات چه بده بستونی میتونه داشته باشه. خیلی تصادفی توی منطقه‌ای که فیرات گم شده خونه ی سینان رو پیدا کرد. عاطف جان ما بهت اجازه نمیدیم تنهایی این کار رو انجام بدی، با آقا سرمت تماس بگیریم، به اون بگیم. جسد و جنازه نمیخوام، سرمت رو دخالت نده، من با پلیسا و آدمای خودم میرم، خودم حلش میکنم. باشه به من خبر بده.